در جلسه سخنرانی فردا ساعت 10 صبح که در مورد موسیقی شمال خراسان و بلوچستان و موسیقی سنتی برگزار میشه شرکت کنید، از آقای عبدالنبی افشارنیا دعوت میشه برای اجرای اولین ردیف نوازی برنامه امشب. تشریف بیارم روی سر.
تشکر از شما حضار محترم آقای منوچهر غیور از اصفهان دومین ردیف نواز برنامه امشب هستند که جهت اجرای برنامه به سمنه در بفرمایید. با کسب اجازه ساعت بسیار میباید کشیدن انتظار تا که در جوف صدف بارون شود در عدم روزها باید که تا گردون گردون یک شب عاشقی را وقت بخشد یا غریبی را وطن هفته ها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن ماه‌ها باید که تا یک پنبه دانه زاوجر شاهدی را خورده گردد یا شهیدی را کفن سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی زاختا لح گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن عمرها باید که تا یک کودکی از روی تر عالمی دانا شود یا شاعری شیرین سخن قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود بایزیدی در خراسان یا اویسی در درنگ بنده شاگرد کوچک استاد شخصی هستم و به خودم این اجازه رو نمیدم که سازی بزنم در مقابل ایشون اما هم فرمودم چندی و قرارم بود من افشاری بزنم چون افشاری گوش دادید الان مجبور شدم چه حالا شما غیوری بزنید شما قرارشون افشار می آورد افشاری زده
بخش قسمت اول برنامه امشب اجرای ردیف نوازی توسط هنرمند گرامی آقای حسن ناهی که در این قسمت از برنامه شامل اون خواهیم از ایشون دعوت میکنم منصور بطشکنان در کمترین زمان ممکن یعنی 3 دقیقه و 10 ثانیه نیشان رو به اجرا در آوردن. خواهش من تشویقشون میکنم. به نام خدا با اجازه استاد محترم استاد کسایی و سایر استادان محترم گوشه‌های از آواز اصفهان شما Yeah.
کارتند آقای حسن ناهی استاد گرامی. در انتهای برنامه قسمت اول اجازه بدید آقای رستم مهرگان معروف به حنجره طلایی با حنجرهشون برای شما هنرنمایی میکنند که توجه شما رو به این قسمت از برنامه جلب. یاد شهیدان موزه خرمشهر یه صلوات بلند برسیم. با اجازه استاد. شدن که بله همه
آقای
باید به هم یار باشند و پشت از خوب و درشت تا اینکه انشاءالله هنرمون متجلی هست، عالی هست، متعالی بشه، روز به روز بهتر بشه و بتوانیم. یه عرض دیگه هم که دارم به مرخص میشنم این است که موسیقی را خیلی تحسین میکنم توی مجله ها تو بزنم به داخل نوازی چنین باید باشد، بدیف نوازی چنان باید باشد. اون میمنه رو میگه، این میسره رو میگه موسیقی یدرک بلا یوسف، درک میشه ولی وصف نمیشه. اگر وصف شدنی بود می‌نوشت، لازم نبود من دیگه سوال بزنم. اون چیزی که ایشون اجرا می‌کنه درک میشه، باید حس بخوره انسان. بیان کردنی نیست که موسیقی ما وزن داره، موسیقی ما هم انگیزه، موسیقی ما باش میشه درخسی، میشه باش بخنده. این حالاتی که تو موسیقی هست فقط انسان میتونه لمس کنه، درک بکنه و ازش هر کسی لذت ببره. بنابراین نقش خود توست، هر کسی از دریچه چشم خودش یه جور میبینه. نقش خود توست، نمیاد در دقیقه من شده هر چه در من بینی باشم برای که خانه رو شد. برای سلامت امام زمان این صلوات خط کنیم. برای سلامتی او برادرهایی که واقعا این جشن برپا کردن و دعوت از ما کردن به افتخار شدم یک کف. جناب آقای کسایی، ما چنین قابل نداریم در مقابل شما بایستیم بخواهیم موسیقی به نوازیم و برنامه اجرا میکنیم، چون واقعا از راهای دور، از تلویزیون، از رادیو صدا نه شما رو ما میشنویدیم. بر این بودی واقعا خوشمون میومد و ما آهنگر شما که در روشون کار میکنیم، او موسیقی اصیل یعنی که واقعا ما در روشون کار میکنیم، این افتخار شما با ما داریم. ما سپاسگزاریم. ما کوچیک شما همه برادرهاییم، همه خواهرها، همه کسانی که واقعا در رای اسلام، در گام اسلام قدم برمیدارم و خدمت میکنم. خداوند به اونا توفیق بده، سلامتی بده و قول خودمون بختیاری از در پسر شما یه رم در رقم ما بکنم و خدا سلامتی بید هنرمنده بده که واقعا با شور و علاقه علبه های دور از کشورهای دور واقعا اینجا اومدن و قرام خودشون را اجرا کردن و ما میبینیم واقعا نزدیک همه خوب، همه جوان ماشاءالله، همه سرحال، همه با عشق علاقه واقعا دارن این کار میکنن. ما کوچیک همه شماییم. خدا با تشکر از استاد کسایی که ما رو هر شب به گذری که هرگز ندیده و نشنیده ای میبرن، روزنی از دنیای پروسعت خودشون رو به ما نشون میدن. و با تشکر از آقای عبدالمحمد محمدی، درست طرف از گرد؟ گل محمدی، گل پور محمدی. خب، نینوازی هنرمند گرامی آقای محمد موسوی. سال دست بوسه شما در رکابشون هست،
و بله این نوازهایی که از شهرستان آتشی فوردن خیلی مردم بگیم و با این شعر حافظ برنامه شروع میکنم. در اثر پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. وقتی خداوند یک جرقه کوچکی از ذات احدیت رو در وجود حافظ میزنه، حافظ بروش میکنم. حافظ نیم ما استاد حسن کسایی است. از عدد به افلاک Thank you.
Thank you.
و محبتی که فرمودید و هنرمندان عزیز همکاران گرامی من میوه های این تنه پیر با هم توامانه ولی در شهر نیکم بود و نوازنده خوب نی میتوانم بیدم که نای باستولا استاد بزرگ نی بود است که من اینجا به احترام نای سر تعظیم بود برمه شدم از دست و از پا و افتادم بر من مبارک باد این بی دست و پایی آبی بزن بر آتشم خاکم برفشم لطفی کنی باد سحر گشتم هواده من دلی غم اومد که بچه ها چه شعری میکردن؟ میگفتن برو به بابات بگو قوطی بگیره میشونه بده معناش این بود که بگیره دشتره میشونه نایز میفهمید که این شعری بکنه حالا این هم قوطی بگیره میشونه تا نیره آقای غریب بیاره و نمیشه که
اونهایی که این عمر ازش رو گذاشته است و به موسیقی این مملکت حتی من ناچیز یک قطره ای از لااقل شما که مقدمتون جوان باید به این سالون ها میاد برای موسیقی حتما علاقه من هستی و نمیشه که اونهایی که یک عمر ازش رو گذاشته است و به موسیقی این مملکت حتی من ناچیز یک قطره از دریا به عنوان یک قطره عشق خدمتی کرده باشم نادیده باشم. بنابراین ساز خودم رو هم میزنم، اما میخواهم مثل استاد بزرگ نه که نه مثل او خواهد آمد و نه من و نه هیچ کس مگر که خداوند بخواهد یه کسی دیگه مثل نایب استاد بیار نمیزن. سه تا صفحه یه رو از زمان باجاریه از نایب هست که حسین خان تعزیه خان باش خونده است با صدای خیلی بلند و صفحاتم دوش تون شده از روی گرامافون. به اون صورت که میخواهید ازش استفاده بکنید نمیشه، ولی صدای نی و پیام نی و سبک نوازندگی اصلا از یه دست دیگه است که کسی بهش دست نمیتونه پیدا بکنه. یه مسئله است. شب افتتاح عرض کردم شما یه وقت یه پیر مردی را میاد دارید یه چیزی را انشاء میکنید به املایی را دارید نویسید حواس را دارید. جناب آقا سلام عرض میکنم، ممکنه عنایت به فرمایی به چای که چنون موسیقی کلام و زبان و بیان این مثل چشم بعضی ها که هیپنوتیزم میکنه کلام این به اندازه گرم و گیراست که در شما اثری را میکنه که قلمتون رو میذاره زمین. کار سخت او را اول برش انجام میدید و کار فوری خودتون را فراموش میکنید. این کار خداست که این جاذبه در صحبت کردن، در خوندن، در راه رفتن، در زیبایی، در قدرت، در همه چیز خداوند یه چیزی را یه وقت به کسی میده هر که دیگران ندارم. نایب هم انگوش گذاریشونه ای حالا من نمیتونم حق مطلب را داره کنم، اما تا اونجا که توانم هست بیاد ترکی نایب جب داشته باشید. درآمد چی میکنه نایب؟ هر درآمدی چی میکنه 20 ثانیه 30 ثانیه یه سکوت میده که اصلا موسیقی را اون چه که درش میشود کیفیت دید و خواست و به دل میشینه اون سکوت هاست.
مزار. از اول بچه هم دیروزی دونه از نینواز ها اینجا عصبی شد. من عصبی نشدم ولی مشکلات دهنک دارم. عدالت گیر که شد چشم چشمک میخواد و گوش سمعک میخواد و دهن دهنک میخواد زانو اصا میخواد و برد برد بعد خواننده باش میخونه و یه دشتی یا به قولی حاجیانی قدیم دشتی حاجیانی هم میبود. همون سکوتی که عرض کردم باز 20 ثانیه سی سانده که بزنه یه سکوت در هر ست صفحه هم یه هست. یه بول بول میکنه تونه از نه نایب بود خدایش رحمت کنم و خیلی از این سه تا
نیم دقیقه من سبش گرفتم، روش را پیدا کردم تا به توانم ساز بزنم. من راه شیراز برای تو دوره. Thank you.
آقای منوچهر زمین.